دوستان سلام، لطفاً به این قطعه توجه کنید. تو کلیپ امروز به این بپردازیم که در واقع این آهنگ رو بشکافیم، بریم ببینیم این همه صدا و شلوغ و پلوغ اون تو چی میگذره. پس با ما باشید. خب دوستان، این پروژه‌ای هست که این قطعه درش کار شده. شما در اینجا ترک های تقریبا نزدیک به 40 ترک هستش که خب زیاد نیست برای یک قطعه کلاسیک. اینجا سازها دستبندی شدن. ببینید این ترک هایی که توسی هست، چیز صورتی هستش، اینا کور هست، این زردا فلوت و اوبوا هست، همون سازهای بادی چوبی به قول معروف. دستبندی سازهای بادی چوبی است. این آبیا سازهای بادی برنجی هستن که ترومپت و هورن و ترومبون اینا. سبزا پرکاشن ها هستن، تبل بزرگ، تیمپانی، سنج، تریانگل، این چیزا. و نارنجی ها هم پایین سازهای زهی هستن. شما توجه کنید لطفا که این پروژه در واقع تنظیم این قطعه هست. میکس و مسترش الان اینجا انجام نشده، یعنی شما صداها رو شاید با تناسب خوبی نشنوید. مثلا یه جایی ترومپت بالاتره یا پایینتره، یا صدای چیزی که نباید زیاد باشه زیادی اینجا، یعنی اون چیزی که شما اگه تو فایل نهایی، که فایل نهایی هم همین پایین تو همین کانال آپلود میکنیم، مقایسه کنید، این طبعا مثل اون نخواهد. من فقط میخوام با هم دیگه بشکافیم ببینیم چه خبره تو این آهنگ به این شلوغی. خب الان مثلا اوورتورش رو گوش میدیم یه بار. ببینید مثلا همینجا اگه فرض کنید اون سازهایی که دارن ملودی رو میزنن، اینجا یه ملودی داره دیگه، همون بحثی که تو کلیپ اول که تو همین کانال آپلود کردیم به اسم آکورد چیست و بعدیش ملودی چیست، تو اینا یه کمی درباره ملودی و آکوردی که نقششون تو موسیقی چیه توضیح دادیم. اینجا فرض کنید ما ملودی رو حذف کنیم که توسط ترومپت ها و بخشی از هورن ها اجرا شده. فرض کنید الان ملودی وجود نداره دیگه، یعنی سازهای بادی اونا که ملودی میزنن خاموشن. دیدید چه جوری شد؟ خب الان سراغ قسمتی میریم که تو اینجا این آهنگ پایین میاد، غمگین میشه یکم، سرعتش پایین میاد، خلوت میشه. ببینید مثلا اینجا خب. ببینید اینجا یک مثال خیلی خوبی میشه زد برای توضیح دادن در واقع رو بنا و زیر بنا. ببینید الان تنها کسایی که تو این ارکستر دارن ملودی رو اجرا میکنن تو این قسمت کور هست، یعنی کور رو ما قطع میکنیم الان. خب یه بار دیگه حالا گوش میدیم. مصرع دوم فلوت وارد میشه و ملودی رو همراه با کور باشید، ملودی همراه با کور اجرا میکنه. اینجا فلوت میاد وارد میشه.
یعنی شما تا این قبلش این محدوده است، نمیدونی این چه آهنگیه اصلا، معلوم نیست این چی هست. یه سری با یه ریتمی دارن، یه سری آکورد رو میزنن، اینجا فلوت وارد میشه. چیزی هم که خیلی معمولا توی موسیقی توی ارکستر خیلی به قول معروف بینام و نشان عمل میکنه، اون سازهای باس هستن که اصلا به چشم نمیان در دیده یا در گوش شنونده معمولی که موسیقی دان نیست یا موزیسین نیست، ولی خیلی تأثیرش یعنی پایه آهنگ بیس هستش. ببین مثلا من یه بار با بیس پخش میکنم، از یک نقطه بیس رو قطع میکنم، دیدید این اهمیت سازهای باس رو و خط باس رو مشخص میکنه. حالا مثلا پخش کنم این ویالونا که این زیر دارن شلوغ میکنن و واقعا هم دارن خوب کار میکنن رو گوش کنین یه بار، اینو من میتونم حذف کنم، ولی تأثیری که داره حذف کردن این ویولونا اصلا قابل قیاس نیست با تأثیری که این حذف کردن این سازهای باس داره. منظورم کلا باس هست، حالا اینجا دارن کنتراباس ها و چلو ها باس این رو میزنن، شاید توی موسیقی پاپ گیتار بیس میزنه، یا توی چیز دیگه مثلا توی ارکستر فانفار شاید سازهای توبا و سازهای بادی رو میزنن. الان مثلا پس کنید همین ویولونا رو شما برای خالی گوش کنید چیکار میکنن. حالا من اینو حذف میکنم، خیلی ساده. ببینید وقتی اینو حذف میکنم، اون اتفاقی که وقتی بیس رو حذف کردم افتاد نمیفته، یعنی اونجوری آهنگ به قول معروف بیکس و کار نمیشه. خب ولی تو همین وضعیت یه بار دیگه بیس رو قطع میکنم چون خیلی مهمه. ببینید اصلا آهنگ کامل انگار پایه هاشو زدیم. پس این بود از این تجزیه تحلیلی که کردیم این قطعه رو توی این پروژه که داریم و امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. طبعا خیلی بیشتر از این نمیشه آنالایز کرد و دونه بدونه بررسی کرد سازه بادی چوبی چه میدونم پرکاشن ها رو و حتی در محتوا هارمونی ها رو و غیره، که انشالله در کلیپ های بعدی میشه بهش پرداخت. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه، اگه خوشتون اومده حتما شیر کنید یا فوروارد کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.